بله، من دوستان لطف کنید در یوتیوب برنامه رو اشتراک گذاری کنید، دوستانی که در فیسبوک هستن همینطور یک بار دیگه زحمت بکشید برنامه رو لینک یوتیوب و در واتساپ تلگرام به هر جایی که میتونید اشتراک گذاری کنید، سپاسگزارم. اما در ادامه عرایزم یک جمله دیگه الان یادم افتاد که اینم بد نیست بگم. سال گذشته از شاهزاده رضا پهلوی پرسه شد یا یک سالی بودن پیش در رابطه با تجمعات ایرانیان خارج از کشور در مخصوصا اروپا، سوال کردن یک سری افراد هستن که میرن در این تجمعات و با پرچم اسرائیل آمریکا، نظر شما چیه در رابطه با این افراد؟ شاهزاده هم گفتن احتمالا این نفوذی جمهوری اسلامی باشن. تجمع مال مردم ایران رو میخوایم ایران نجات بدیم. مگه آمریکا مشکل خورده؟ مگه اسرائیل مشکل خورده که با پرچم بریم تو تجمع؟ وقتی برای یک پرچم شاهزاده رضا پهلوی یه همچین مطلبی رو فرمودن، حالا حساب کنید کسانی که ذهن مردم ایران رو منحرف میکنن از این که خودتون ناجی خودتون باشید، سوقش میدن به سمت ترامپ، ببینید اونها چه کسانی هستن. فکر کنم با همین یک جمله شاهزاده شما بتونید در یک ترازو اینا رو وزن کنید و دستتون بیاد. جناب حسین بفرمایید. عرضم خدمتتون که من با یک دلیل بسیار 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 ساده به هموطنانم اینو ثابت میکنم که آمریکا نمیخواد جمهوری اسلامی سرنگون بشه و اتفاقا در دوره آقای ترامپ اصلا نمیخواستن این اتفاق بیفته. رستاخیز سیمرغ همیشه پیشرو بوده توی سری مسائل پشت پرده و باز کردن یه سری رمز و رموز هایی که سالیان سال بود دوست داشتن ملت اصلا به این توجه نکنن. اونم این بود. در آمریکا یک حکومت وجود داره و یک دولت. حکومت آمریکا که تشکیل شده از ابرمافیاهای گردن کلوف که جناب شهروز شماره به قول معروف پرسنلی اینها هم داره و حالا یه روزی شاید ما اصلا بیایم یه برنامه راجع به این جریان‌های مافیایی توی آمریکا بذاریم، ولی اون حکومت آمریکا بخشی از اون حکومت آمریکا میشه رسانه‌های جریان اصلی، رسانه‌های گردن کلوفتی که توی دنیا هستن مخصوصا توی آمریکا، و انبا و اقسام بنیادها، شرکتها و کمپانیهای عظیمی که جهان رو یه جورایی هم مدیریت میکنن هم به نفع خودشون در حال چرخش امور روزانه دنیا هستن، که اون حکومت آمریکا سیاستهای اصلیش و سیاستهای کلانش با اومدن یک رئیس جمهور در یک دوره 4 ساله یا 8 ساله هرگز تغییر نخواهد کرد. توی آمریکا هدف گذاری ها در سیاست کلان توسط حکومت انجام میشه. حکومت کوچولو 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 مهرهای کوچیکش جورج سوروسه. حکومت آمریکا. افرادی مانند جورج سوروس توی اون حکومت هستن که از اون روزی که اینها وارد اون حکومت آمریکا شدن، شاید 10 تا 15 تا رئیس جمهور آمریکا اومده عوض شده رفته، اما اینا همچنان سر جای خودشون هستن. رئیس جمهور آمریکا میاد که اون سیاست هایی که حکومت هدف گذاری کرده رو بهش برسه. تنها امتیازی که رئیس جمهور آمریکا داره اینه روش رسیدن به اون نقطه هدف گذاری شده توسط دولته، یعنی حکومت تصمیمش رو گرفته، پلن مثلا A و B و C راجع به یک برنامه‌ای داره، اینو به دولت تحمیل میده، دولت باید به این از نقطه A به نقطه B در طول 4 سالش برسونه این پروژه رو. حالا چجوری میخواد برسونه؟ اون روش رسیدنش بستگی داره به ریاست جمهوری آمریکا، در مورد آمریکا، و اتفاقا در مورد انگلستان و جاهای دیگه هم به همین صورته. یعنی در دنیا ما نداریم حکومتی که هر رئیس جمهورش بتونه سیاست خارجه و سیاست کلان اون حکومت رو، حتی در جمهوری انگلستان آخوندی هم به همین صورته، نمیتونه تغییر بده. برای همینه که شما میبینید محمد خاتمی میاد با اون عروگوزای به قول معروف عوام فریبانش تای جریانش میگه آقا من آبدارچی بیش نبودم، یا
محمودی میاد یه حرفو میزنه یا همین حسن بنفش یا دیگرانشون. وقتی شما این رو قبول دارید، حالا بیاین برسیم ببینیم که در دوره آقای ترامپ اگر مردم ایران که در آبان 96 و مرداد 97 و دیماه 98 حتی چندین برابر این جمعیتی که اومده بود می اومدن بیرون، حکومت آمریکا هرگز دلش نمیخواست جمهوری اسلامی در اون تاریخ سقوط کنه. چرا؟ دلیلش خیلی خیلی واضح است. توی حکومت قرن، توی طرح معامله قرن، صحبتی که انجام شد که آقای نتانیاهو گفت و دیگران و ما قبلا در برنامه توضیح دادیم، شما فرض کنید در آبان 96 یا در دیماه 98 جمهوری اسلامی سرنگون می شد، شعاری که مردم می دادن شعار چی بود؟ شعار بازگشت به هویت ایرانی. یعنی چی؟ یعنی بازگشت به پادشاهی ایرانی. 1% فکر کنید اگر این اتفاق می افتاد و ملت ایران موفق می شدن حکومت جمهوری اسلامی رو پایین بکشن، ایران باز می گشت به اون روش و به اون آداب سیاسی خودش در منطقه و در جهان. وقتی که ایران جمهوری اسلامی، این لولویی که دشمن فرضی درست کرده برای ما، دشمن جمهوری اسلامی، اگر این لولو ساقط می شد در سال 98 یا 96 یا 97، هرگز شما طرح صلح برادران پسر عموهای سامی رو در منطقه نمیدیدید. یعنی اگر جمهوری اسلامی ساقط میشد در این دو سالی که آقای ترامپ هست، شما اینو نمیدیدید که آقای نتانیاهو بشینه با شیخ امارات دست تو دست هم بندازن. اینو نمیدیدید که آقای رئیس نخست وزیر اسرائیل بره با کشور بحرین یا قطر یا عربستان پیمان دوستی ببندن. چرا؟ چون دیگه لولوی به اسم جمهوری اسلامی وجود نداشت. وقتی لولو وجود نداره، کشورهای عربی هم دیگه حداقل اگر میخواستن خیلی هم دیگه خودشون رو وابدن، نمی اومدن بر علیه دشمن دیرینه خودشون طبق اندیشهشون، طبق آیینشون، طبق مراسمشون و طبق ادعاهاشون نمی اومدن دست بدن تو دست هم. پس دوستانی که فکر میکنن حکومت دولت آمریکا میخواد کاری برای ملت ایران انجام بده، سخت در اشتباهی. شاید یکی از دلایل عدم موفقیت مردم ایران در آبان و در دی ماه 98، ما خبر نداریم که فعلا آینده اسنادش میاد بیرون، شاید یکی از دلایلش اتفاقا سیاست‌های آمریکا بود که ملت موفق نشن. چون اگه موفق شده بودن، شما پیمان صلح عرب و اسرائیل نمیدیدید و این مافیا بالای 80-90 سال سرمایه گذاری کرده بود که این پیمان صلح انجام بشه. پیمان صلح پله اول طرح معامله قرنه یا معامله طرح آره دیگه معامله قرنه یا معامله بزرگ تاریخ، صلح عرب و اسرائیل این پله اولشه. حالا شما فکر کنید ملت ایران در آبان و دیما موفق شده بودن جمهوری اسلامی رو بکشن پایین. خب هرگز این اتفاق نمی افتاد. برای همینه که امثال ما بارها و بارها گفتیم ملت ایران در دوره همین آقای ترامپ، در ماهای گذشته یا در سالهای گذشته، منافع ملی ایران امروز در یک مسیریه که با منافع ملی آمریکا از دید و از به قول معروف مفهوم سخنان رئیس جمهورش داره به موازات هم میره، اما خیلی نزدیک شده. اگر بتونیم ما ملت ایران بازی رو این وسط به نفع خودمون بچرخونیم، برای همیشه پرونده مافیا رو بستیم. اما متاسفانه نشد. نشدش هم دلیلش یکیش میتونه همین سیاستای آقای ترامپ باشه. حالا اون کسایی که میخوان از بعد از این برنامه دیگه بیان به ما فحش بدن که آقا چرا شما بر ضد ترامپ صحبت کردید، ما برای به نفع ایران داریم صحبت میکنیم و بیان پاسخ این رو به ما بدن. اگر در آبان و دیماه 96 و 98 جمهوری اسلامی ساقط میشد، آیا پیمان صلح پسر عموهای سامی در خلیج فارس و در خاورمیانه اتفاق میافتاد یا نمیافتاد؟ همین سادگی. وقتی شما این نوع سیاست ها رو و این نوع بازی ها رو بدونی،
هرگز نمیای چشم ببندید. زمانی که خیلی مهمه، زمانی که پیمان نوین از سمت شهریار ایران مطرح میشه، شما میبینی یک آشفت بازار و یک شلمشور با بازاری درست میشه برای انتخاب بایدن یا ترامپ. نه در آمریکا، بین ما ایرانی ها، بین ما ایرانی ها. و اصل جریان که پیمان نوین باشه، که در همون پیمان نوین میاد تمام این خدکشی ها رو برای ما ملت ایران باز میکنه، اما پیمان نوین میره تو حاشیه، بازی ترامپ و بایدن میاد جلو. حالا اون فقط تموم نمیشه، ادامه بازیش هم متاسفانه شده خوراک روز اکتیف های سیاسی یا مبارزان بر علیه جمهوری اسلامی در خارج و در داخل ایران. در کنارش شما میبینید مفسرانی که دعوت میشن توی رسانه‌های فارسی زبان اراذل و اوباشی هستن که همشون دنبال ایران فدرال هستن، اما کسی به اینها توجه نمیکنه چون همه سرمون اینور گرمه. پشت پرده اتفاقاتی که داره میفته و ما نمیبینیم یا جلوی پرده، این مسائلش هست. مثلا شما میبینید آقای دولت آقای ترامپ میاد 7-8 ماه پیش مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه رو برمیدارن، آقای برار حکم میذارن کنار، یه آقای دیگر رو میذارن سرجاش به اسم الیوت آبرامز، یه شخصی رو میذارن به جای آقای برایان هوچ با این اسم. وقتی شما هیچی در مورد این شخص توی رسانه ها نمیشنید، وقتی سابقه این شخص رو برید توی اینترنت یا برید بررسی کنید متوجه میشید در طول 41 سال گذشته سه مرحله آمریکا و جمهوری اسلامی با هم همکاری‌های تنگاتنگی داشتن برای حفظ منافع آمریکا و اون سیاستی که در موردش قبلا صحبت کردیم. سه مرحله. یکی از این مراحل مرحله اون جریان معامله مکفارلین بود که دیگه همه تو خاطرتون هست، فروش سلاح‌های آمریکایی و اسرائیلی به جمهوری اسلامی بر علیه صدام. کدوم صدام؟ صدامی که همین کشورها داشتن به اون هم اسلحه میدادن، صدامی که بزرگترین دشمن اون کشور، اون دشمن فرضی جمهوری اسلامیه. صدام بزرگترین دشمن بود، نه دشمن شعاریش، یادتون نره صدام دشمن عملی اون کشور بود و با موشک و با هر طریقی که میتونست به اون کشور ضربه میزد. یادتون باشه این رو. صدام که توی عرب‌های فلسطینی و امثال اینها به اسم سردار اسلام معروفه، در عمل با این کشور وارد جنگ بود. جمهوری اسلامی در شعار و در فریب، خیلی مهمه، جفتش دشمنه، اما دشمن فیک و دشمن اصلی. حالا یک جایی که جمهوری اسلامی با آمریکا وارد مذاکره میشه و کمک میکنن به هم توی اون ماجراست. مرحله بعدی که جمهوری اسلامی و آمریکا پشت پرده با هم مذاکره میکنن در جریان حمله آمریکا به عراق، که توی این جریان هم جمهوری اسلامی تمام و کمال با آمریکا و اون دو رفیقش همکاری میکنن برای پیشبرد سیاستشون. مرحله بعدی مرحله بود که جنگ افغانستان شروع شد. توی اون مرحله هم جمهوری اسلامی و آمریکا پشت پرده توافقاتی انجام میدن و کمک میکنن به همدیگه که آمریکا بتونه نقشه‌ش رو در افغانستان هم پیاده کنه که سقوط طالبان بود. حالا هر سه مورد، دوستان لطفا خوب به این مطلب دقت کنید، هر سه مورد این جریان ها یک تیمی از طرف آمریکا فرستاده میشه و با جمهوری اسلامی شروع کنن به مذاکره کردن، که این تیمی هست که زیر نظر، الان من یه چیزی میگم یه سری دوباره خنده شو میگیره، این تیم اتفاقا زیر نظر جورج سوروس مدیریت و ساخته و اداره میشه، که رهبری اون تیم رو همین آقای آبرامز که اومده به جای آقای برایان هوک رهبری این، یعنی دلال اصلی این جریان در سه موردی که اشاره کردم همین آقای آبرامزه. خب چرا آقای آبرامزه؟ چون ایشون هم
از نظر دلالی کارش یکه، هم افراد کلیدی در جمهوری اسلامی با هم اینجوری از جیک تو جیکن، هم حرفایی که به جمهوری اسلامی زده یک به یک براش کمک کرده ثابت کرده، هم دالونهای حکومت جمهوری اسلامی رو از خود اراذل اوباش جمهوری اسلامی بهتر میشناسه و بهتر میدونه و این دلال اصلا کارش همین بوده. شما میبینید چند ماه پیش این شخص میاد جای آقای بریان هوک و پشت پرده شروع میکنم به یک داد و ستت ها و یک گفتگوهای خیلی جالبه. در زمان بریان هوک سیاست کشور آمریکا، سیاست خارجی کشور آمریکا در مورد ایران رو بود. شما هر روز میدیدی که آقای بریان هوک یه جای نشسته یه صحبتی کرده و همه رسانه ها بهش میپرداختن دیگه، همه بلا استثنا هر روز. اما زمانی که چنج میشه و این شخص میاد، کلن یک بار ازش ویدیو میاد بیرون، اونم به خاطر روز هفته آبان روز کوروش بود که یه ویدیو یکی دو دقیقه‌ای داد بیرون. ولی در مورد سیاست ایران شما جایی از این شخص چیزی نمیبینید. چرا؟ چون اصولاً کار این تیم و کار این شخص و مجموعهش پشت پرده و خارج از هیاهوه. 7-8 ماه پیش این شخص میشه مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه. بعد از مدتی بلافاصله شما میبینید در ایران یا آذربایجان جعلی و ارمنستان اون داستان و اون اتفاق رقم میخوره و اون جنگ تو منطقه شکل میگیره. و خیلی جالب تره که شما میبینید در همون جنگی که سناریو نویسش و مدیر اجرایی اصلیش و تجهیزات نظامی که توش به کار میره همه اسرائیلی هم، جمهوری اسلامی هم تمام قد پشت اون سیاست میسته و ازش حمایت میکنه. جالب براتون. الان یه عکسی جام کمالپوری، یه عکس دوستان براتون فرستادم توی تلگرامتون، شهروزم فکر کنم همینجا توی اسکایپ فرستادش. این رو لطفا بذارش روی صفحه. تا حالا میخوام به این مطلب اشاره کنیم که ما چند سال از سناریوهای اصلی مایی که میگم، یعنی ما ملت ایران و الان رستاخیز سیمون همیشه اومده اینا رو گفته، ما ملت ایران چند سال از بازی عقبیم یا عقب نگهمون داشتن که به واقعیت ها نرسیم، یا زمانی که به واقعیت ها میرسیم دیگه کاری از دستمون بر نیاد. هر وقت میرا جانون عکسو گذاشتیم ببینم. بله شما بفرمایید، من الان مشغول دیگه عکسی دوستان الان اینجا من نشونتون میدم، تا کمالپور نشون میده. این عکس متعلق به 10 سال پیشه. 10 سال پیش نه آقای ترامپی بوده، خوب دقت کنید، 10 سال پیش نه آقای ترامپی بوده، نه این جریاناتی بودن، نه حسن روحانی در رأس کار بوده، نه هیچ خبری بوده. دریای کاسپیان ایران هم سر جاش چسبیده بود، تکون هم نخورده بود و خیلی اتفاقات دیگه. عکسی که الان جناب کمالپور میذاره، مبدأ این خط قرمز که خط لوله نفت و گازه، ما اگه یادتون باشه تو برنامه‌های نفوذ در قلب دشمن یکی از کارهایی که رستاخیز سیمرغ انجام داد و ثبت در تاریخ شد این بود که اجازه ندادیم واگذاری دریای کاسپیان در طویله شورای اسلامی تبدیل به معاهده قانونی بشه. ما این کار رو کردیم. هر کسی هم مدعیش هست میتونه بره، بخواد بگه نه، میتونه بره برنامه های نفوذ در قلب دشمن رو ببینه با تلفنایی که به نمایندگان زده شد و صحبتایی که با این افراد گفته شد و همون افراد رفتن در صحن علنی طویله شورای اسلامی و اون حرفا رو مطرح کردن و باعث این شد که به قول معروف جلسه براش برگزار نشه و تبدیل به یک معاهده قانونی در طویله جمهوری اسلامی نشه و با حکم حکومتی انجام شد که خیلی از برای پس گرفتن این در آینده اگه حکومت درست حسابی سر کار بیاد خیلی کارها راحت‌تر و روان‌تر خواهد شد تا اینکه قانون بشه. این نقشه که دوستان دارید میبینید، مبدأ خط لوله نفت و گازی که امروز آذربایجان مدعیشه که مال اونه و اسرائیل، بذار نقشه باشه اونجا، و اسرائیل داره خودش رو جر میده در این منطقه و جنگ هایی که انجام میده به خاطر اینه. نگاه کنید مبدأ نفت و گاز یا لوله گاز، این اصل مال 10 سال پیشه، به چهره اون اراذل اوباش بالا فقط نگاه کنید. مبدأ این خط لوله کجاست؟ دریای کاسپیان ایران. دقیقا همون قسمت هایی که در اون رژیم حقوقی دریای خزر نزدیک 20% دریای مازندران رو
به آذربایجان واگذار کردن و این سهمی که به آذربایجان از ملت ایران دزدیده شد و داده شد دقیقا یکی از عمیق‌ترین جاهای دریای کاسپین هست و 50% از منابع زیرزمینی یا زیر سطح دریایی نفت و گاز دریای کاسپین جزو قلمرو آذربایجان افتاد یا ایران افتاد. اسرائیل برای اینکه دسترسی پیدا کنه به این منابع زیر دریای کاسپین ایران هیچ راهی نداشت. تنها راهش اینه که بیاد تمام قد از آذربایجان دفاع کنه و اون قسمت امنیت اطلاعات امنیت آذربایجان رو در اختیار خودش بگیره و یکی از وعده هایی که به آذربایجان این کشور کوچولو داده اینه پس گرفتن سرزمین های مورد ادعای باکو و همفکران باکو مثل ترکیه. میتونیم اینجا برگردی به داخل. این داستان از اینجا شروع میشه. خط لوله رو دیدید از دریای کاسپین ایران، یعنی مال ایرانی، یعنی ثروت ایران، یعنی ثروت ملت ایران، نه این ملت، ملت آینده ایران، مردمان آینده ایران، بچه های من و شما و بچه های من و شما که قرار توی این کنن به دنیا بیان و زندگی کنن، مستأجرهای دوران خودشون در کشوری به نام ایران. خب به همین سادگی اون کشور دشمن جعلی شماره یک جمهوری اسلامی اومد ابتدا میاد دریای کاسپین ایران قطعه قطعه میشه توسط عواملشون در داخل ایران. یادتون نره حسن روحانی و امثال اینها، الان جناب شهروز توضیح داد، اینها همتباران اینها هستن، منتها به صورت مخفی در حکومتی به اسم حکومت جمهوری اسلامی دارن حکومت میکنن. خب سهم دریای کاسپین داده میشه به آذربایجان، لوله نفت و گازی که از این منطقه کشیده میشه میاد، پیمانکار اصلیش اسرائیل هست و برای اینکه آذربایجان رو راضی نگه داره بهش میگه آقا چی میخوای آذربایجان؟ من یادتونه قول چراغ جادو میگفتن دست بکش قوله میاد بیرون، گفتن آرزو چیه؟ به عربهای حاشیه خلیج فارس گفتن آرزو چیه؟ همین کشور کوچیکه بهش گفت شیخک عرب نشین برگشت گفت این سه جزیره ای که ایران از من دزدیده اینو بگیرید به من پس بدید، گفت بله اینو بگیرم بهت پس میدم، دیگه آرزو چیه؟ خوزستان هم مال ماست، خیلی خب اینم بهت میدم، دیگه آرزو چیه؟ همین آرزو همینه، خیلی خب این آرزوی تو، پس بیا پیمانو ببند. پیمانو میبنده. سه روز بعد از اینکه پیمان با امارات بسته شد، یادتونه جلسه سران کشورها در سازمان ملل، میتونید ویدیوشو سرچ کنید برید نگاه کنید، همین وزیر امور خارجه امارات میاد تو سازمان ملل برای اولین بار سه روز بعد از پیمان صلح پسرعموهای سامی میاد میگه ما میخوایم داریم تلاش میکنیم سه تا جزیره فلان رو که اونا میگن از ایران که اشغال کرده پس بگیریم و خوزستان رو. خب به آذربایجان میگه آقا تو چی میخوای؟ حرفت چیه؟ میگه من این قره‌باغ مدت هاست از من جدا شده و بعد به من داده بشه. اوکی قره‌باغ رو میگیریم بهت میدیم. دیگه چی میخوای؟ دو تا آذربایجان هم دارم من تو ایران، این فارس‌های فاشیست ایرانی، این دو تا آذربایجان منم هی اشغال کردن. اینم باید به من بگیری بدی. آشه اینم میگیریم بهت میدیم. اینی که دارم به شما میگم اینا تو معامله بزرگ قرنها، اینا حرف من سعید قاسمی یا مهران کمالپور یا شهرروز نیست، اینا چیزی که تو اون معامله قرن نوشته شده، پلن براش گذاشتن. و شما میبینید اسرائیلی که هیچ سنمی نداره میاد در آذربایجان، الان جان کمالپور ویدیوش نشون داد دیگه، دیدید دیگه خودتون دیگه، آقای نتانیاهو و خانومش فرش قرمز براش پهن شده تو سرزمین اهورامزدا، سرزمین آریایی ها، سرزمینی که اتفاقا امروز میگن شیعه است، و اتفاقا اندیشه شیعه با یهودیت دشمنی دیرینه داره، اتفاقا خیلی جالبه. و همه این اتفاقات داره رقم میخوره، ما چسبیدیم به این که آقای ترامپ یا آقای بایدن کدومش یا کدومش نشه. میخوام بهتون بگم این آقای آبرامز، دقت کنید الان جناب کمالپور لینک هم لطفا اگه میشه بذار دم دسته لینک مقاله آبرام در مورد رئیسی، من اونو از کجا وسطو لا دیگه تو آرشیو گذاشتم، تو آرشیو هست واقعا. الان من قطعا تاثیر شما مات میشه،
نه داری اون مقاله رو لینکشو تو آرشیو تلگرام؟ آره دیگه، همون موقع گفتم مال مقاله پولیتیکاله. سال 2017 دوستان دقت کنید، الان جام توکل فکر کنم پیدا میکنه، راحت میذاره روی صفحه میتونید ببینید. سال 2017 این آقای آبرامز مسئول میز، این یارو کجاست اسمش، ونزوئلا در وزارت امور خارجه آمریکا، خب میاد مقاله می‌نویسه در سایت خبری پولیتیکال، بله در سایت خبری پولیتیکو میاد مقاله می‌نویسه در دفاع از ابراهیم رئیسی. باورتون میشه؟ باورتون میشه کسی که امروز شده مسئول ایران در وزارت امور خارجه میاد مقاله می‌نویسه در دفاع از ابراهیم رئیسی در مقابل حسن روحانی؟ چرا و به چه دلیل؟ حسن روحانی و مجموعه اصلاح طلبانی که ادعا میکنن نوچه های جورج سوروس و مافیای سوروس هستن. اون بخش هست؟ گوشتم رو تصویر الان اگه میخوایی توضیح بدیم. بله میتونی بیایی پایین مراجعه، بیا پایین که حالا دوستان ببینن. مقاله به زبان انگلیسیه، هر کسی خواست بانو سارا لطفاً لینکش اونجا توی کامنت بذارید دوستان برن ببینن. تاریخش هم برن جا اگه میشه زوم کن روی تاریخش، رنگی کن تاریخ اون زیر بالا نوشته، زیر بالا اون زیر مقاله زیر تیتر یه تاریخ زده 15 می 2017. دوستان نه اون بالا بود، اون بالا بود. آینا من اینجا با اسمش هم نوشته ایلیاد آبرامز، بله 15 می 2017. جالب نیست براتون دوستان؟ کسی که 3 مرتبه معامله موفق با جمهوری اسلامی پشت پرده داشته و امروز در دولت آقای ترامپ، یادتون نره وزارت امور خارجه کشورها درسته به اسم رئیس جمهور و دولت هاست اما مهره های حکومته توشه، حکومته نه دولت، حکومت قدرت اصلیه، مثلا به وزارت امور خارجه انگلیس و جاهای دیگه هم به همین صورته، همین جمهوری الدنگ آخوندی هم به همین صورته، وزارت امور خارجهش تحت نظر اون یارو الدنگ علی خامنه‌ای به اسم رهبر جمهوری اسلامیه و ربطی به دولت نداره. شما میبینید دیگه اون وزارت امور خارجه حرفیه که علی اکبر ولایتی میاد میزنه و مجموعه ولایتی و خود ظریف که موره خامنه‌ایه. حالا سال 2017 این شخص میاد در دفاع از ابراهیم رئیسی مقاله میذاره در این سایت، زیرش هم نوشته رئیسی فور پرزیدنت. دوستان من رنگی میکنم ببینید، نوشته رئیسی فور پرزیدنت. حالا خیلی جالبه، دو تا مجموعه هست، ها همیشه گفتیم تو رستاخیز سیما، یک مجموعه اصولگرایان و اون دار دسته علی خامنه ای و مجموعه زیر دستش و مجموعه اصلاح طلبان سروسی ها. این چیزی که این آقای آبرامز داره ازش دفاع میکنه دفاع از سپاه پاسداران و مجموعه سپاه پاسدارانه. کدوم سپاه پاسداران؟ سپاه پاسدارانی که در طول این 40 سال تمام زمینه های تجزیه ایران رو در داخل ایران، در داخل نهادهای سیستم های حکومتی یا ادارات حکومتی در داخل استان‌ها و حتی در دل خانواده‌ها این نهادینه کرده تجزیه شدن ایران رو، همون سپاه پاسدارانی که هر کاری تا به امروز انجام داده به نفع اون کشورک است که دشمن خیالی جمهوری اسلامی، دشمن فرضی است. وقتی شما اینا همه رو می‌ذاری بغل هم دیگه می‌بینی پلنی که حکومت آمریکا برای ایران ما داره پلن خوبی نیست و این پلن رو نه ترامپ میتونه عوضش کنه، نه بایدن میتونه عوضش کنه، نه اوباما میتونه عوضش کنه، نه حتی کارتر میتونه عوضش کنه. این افراد به عنوان رئیس جمهور آمریکا مأمور اجرای این پلن هستن. چیزی که اینها دنبالشون هستن همون چیزیه که ما قبلا صحبت کردیم تحت عنوان اسرائیل بزرگ.
اسرائیل بزرگ نه به عنوان کنترل، نه به عنوان اینکه اسرائیل پایتختش بره تو آذربایجان یا پایتختش بره تو خوزستان یا پایتختش بره تو کردستان، نه، اسرائیل بزرگ به این معنی که الان شما حاشیه خلیج فارس اون شیخکا رو میدیدید، تا قبلنا ما با این شیخکای حاشیه خلیج فارس به قول معروف طرف بودیم، اما از اون روزی که اون پیمان برادران پسرم وای سامی بسته شد عملا شما با اسرائیل طرفی. در عراق به همین صورته، در اقلیم کردستان عراق شما با کردهای عراقی طرف نیستی، شما با اسرائیل طرفی. در آذربایجان شما با باکو با سیستم علیوف طرف نیستی، با اسرائیل طرفی. و در داخل ایران شما با جمهوری اسلامی با چهار تا آخون طرف نیستی، با اسرائیل طرفی. حواسمون نیست، پرتمون کردن. بفهمید جان کمان یا شهر جان، شما شهر جان صحبتی داری شما یا خوابیدی؟ نه هستم، فقط یه اشاره میخواستم بکنم که ابراهیم رئیسی هم یهودی مخفیه. این دقیقا شهر جان، من میخواستم همین توضیح رو شما بدی، خیلی جالبه. الان دوست عزیزمون شهر روز اینم به عنوان کرد که شخص ابراهیم رئیسی هم خودش یه دونه از این یهودی های مخفیه. دوستان تا سناریوها رو نشناسیم، تا روش های فریب رو ندونیم، در موردش به قول یارو گفتنی فکر نکنیم، نمیتونیم بازی رو ببریم. همیشه تو بازی ها بازنده ایم، همیشه. برای همینه که نمیذارن صدای رستاخیز سیمور شنیده بشه، به همین سادگی. درود بر شما جناب پروفسور لسانی عزیز، خیلی خوش اومدید خدمتتون. عرض کنم که دوستان من یه مثالی بزنم در رابطه با این که اگر ایالات متحده آمریکا یا هر کشور دیگه‌ای مثل اسرائیل عامل سرنگونی جمهوری اسلامی بشن چه اتفاقی میافته؟ اون زمان ما ایرانی ها باید شلوارمون رو اپامون در بیاریم که خسارت بدیم، تاوان بدیم. اوایل سال 2020 مجلس عراق تصویب کرد که نیروی نظامی آمریکایی باید از خاک عراق خارج بشه. مارک پامپئو چی گفت؟ چند تریلیارد دلار گفت باید خسارت ما رو بدید تا ما ارتشمون رو برداریم بریم. بلافاصله عقب نشینی کردن، گفتن نه نه شوخی کردن، داشتین باهاتون شوخی میکردید، باش اینجاتون خوبه. یک پهپادو زدن، گفتن حالا پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی حالا یا ارتش، یک پهپاد آمریکایی رو زد. آمریکا چقدر خسارت اعلام کرد؟ 100 میلیون دلار. یک پهپاد 100 میلیون دلار. فکر کردید که اگر ارتش آمریکا و ارتش اسرائیل و یک سری قدرت‌های دیگه‌ای جمع بشن و جمهوری اسلامی رو در نهایت سرنگون کنن، دلشون برای من و شما میسوزه، میان در خونه‌هامون رو میزنن، صندوق رأی میارن، میگن آقا ایرانی، خانم ایرانی، عزیزان بفرمایید ببینیم چه حکومتی رو شما تمایل دارید در ایران مستقر گردد و برای شما دولت رو اندازی کنیم. نه، این خبرها نیست. زمین سازی و سرمایه های کلان چند صد میلیارد دلاری در مسیر تجزیه ایرانه. جمهوری اسلامی اصلا مونده که اینا رو به اینجا برسونه. اگر اینا نمیخواستن ایران رو تجزیه بکنن، جمهوری اسلامی همون 1368 تموم شده بود با پایان جنگ و سرکشیدن جامعه زر توسط روح الله خمینی گجستک هندی، جمهوری اسلامی فاتحش خونده شده بود. پس مونده که به اهداف بعدی اینا رو برسونه. و ما اگر میخواییم به اون مقطع نرسیم، وقتی میبینیم در ارمنستان و جمهوری ایران جنگ میشه، بعد همیهنان آذری زبان ما در تبریز و در ارومیه یا در میدان 24 اسفند تهران تجمع میکنن به حمایت از برادران آذری زبانشون در جمهوری ایران بلند میشن و سیستم امنیتی پرویز ثابتی در وزارت اطلاعات در داخل ایران
نه تنها ممانعتی نمی کنه بلکه شرایط رو براشون مهیا می کنه. ما می خواهیم به چه جنبندی برسیم؟ ما می خواهیم به این نتیجه و خروجی برسیم که ترامپ میاد برای ما انقلاب می کنه، جمهوری اسلامی رو سرنگون می کنه، چون الان آقایون ایکس و خانم ایله و یه مشت افراد دارن از ترامپ حمایت میکنن، ما هم باید بیایم مجیز ترامپ رو بگیم نه، ترامپ هر چقدر خوب باشه برای مردم کشور خوبه، خودش خوبه، در بدترین شرایط اقتصادی در جهان با شایعه سازی نسبت به بیماری کرونا، ویروس کرونا که اقتصاد اکثر کشورهای جهان به مخاطره افتاد، اقتصاد آمریکا ضرر که نکرد هیچی، خسارت که ندید هیچی، مردمش بیشترم رشد کردن، اقتصادش رشد کرد. خب این به نفع ایران نیست. ایران مرغ 3600 تومانی شده 25000 تومان. از ترامپ دمش گرم، به فکر مردم کشورشه. به فکر امنیت کشورشه، نه به فکر ایران. چرا من باید بیام الان از ترامپ حمایت کنم وقتی میدونم که کاری که میتونست با جمهوری اسلامی بکنه رو نکرد؟ تکرار میکنم، یا میتونست نکرد یا تواناییشو نداشت نکرد. اما وقتی لب و دهنش تکون خورد و این واژه ما در کنار شما هستیم از شما حمایت میکنیم از دهنش در اومد، مردم کشور ما رو یه مش وسط باز فریب دادن که ترامپ داره میاد کمکتون، مردم بلند شید. ترامپ الان میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه. مردم بدبختم که انقدر مشکل دارن تو ایران، به چی میخوان نگاه کنن؟ میان خب خودش که داره میاد سرنگون میخواد بکنه دیگه. دیگه چرا من بلندشم برم؟ نهیدی بچه مردم چجوری کشتن؟ چرا من برم؟ ترامپ داره میاد دیگه. ترامپ میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. چرا پولهایی که تحریم کرد مثلا سردمداران جمهوری اسلامی رو، دقت کنید از نظر جنبه اقتصادی، سویفت رو بست، اول سویفت رو بست، درسته؟ مرحله به مرحله فروش نفت ایران رو کاهش داد. وقتی سویفت بسته است، اون درصد از نفتی که هنوز مجوز داشتن، مجاز بودن بفروشن، پولش چجوری میخواست برگرده ایران؟ به نفع کی تمام شد؟ به نفع جمهوری اسلامی که پولشو میفرسته تو حسابای آقازاده در خارج از ایران دیگه. به نفع کی تموم شد؟ پولی که باید بره برای مدیریت داخل کشور و به درد مردم ایران بخوره، بخش اعظمش رفت تو حساب کی؟ جمهوری اسلامی در عراق. خودشون اعلام کردن، مثل آیه قاسمی گفتن، خودشون اعلام کردن 5 میلیارد دلار ما پول داریم پیش عراق و عراق به خاطر بسته بودن سویفت نمیتونه به ایران انتقال بده. با اولین فشنگی که شلیک بشه بین عراق و ایران، این پول پرواز میکنه تمام. با همین پول میدونید ارتش عراق چقدر تسلیحات و تجهیزات نظامی میتونه بخره و بر علیه خود ما ایرانی ها استفاده کنه؟ ترامپ به نفع کی کار کرد پس؟ بابا ما باید فقط خودمون به فکر خودمون باشیم. ملت ایران یک ناجی بزرگ داره، یک وکیل کاملا شناخته شده در سطح جهان داره. ما ملت ایران به واسطه یه مش وسط باز خودفروش باید فریب بخوریم بریم دامن ترامپ رو بگیریم، به جای اینکه خودمون بگیم آقا شاهزاده رضا پهلوی هست، اگه ما حرف شاهزاده رو گوش کنیم پیروز میشیم. نیازی اصلا به قدرت‌های خارجی نداریم. نیازی به ترامپ و ارتش آمریکا و ارتش کشورهای دیگه نداریم. اما در شرایطی که ما بایست پیمان نوبینی که شاهزاده مطرح کرده بود و قشن بهش میپرداختیم، بلدش میکردیم، کسانی که دشمنش بودن و دست و پاهاشون رو قطع میکردیم که نتونن برای پیمان نوبین حرف بزنن، که اون دسته از براندازانی که واقعا براندازن به فکر تعیین نوع حکومت از الان نیستن، با هم متحد بشن بگن آقا ما جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنیم،
همه ما گردنمون از مو باریکتر در مقابل آرای مردم، هر چیزی که مردم انتخاب کردن برای نوع حکومت ما سر تعظیم فرود میاریم، حرفی نداریم. اینها با هم متحد میشدن، مردیهشون معلوم میشد، داستانشون با مردم ایرانه، با کشور ایرانه، با حتی کسانی که تجزیه طلب هستن با اقوام ایرانی معلوم میشد. اما این چاچولبازهای وسطباز کاری کردن، اصلا پیمان نوین فید شد، قیب شد، تو افق رفت، دیگه دیده نمیشه. کی مشکل داره این وسط؟ من و شما ایرانی که به اونا بها میدیم. اونا آموزش دیدن برای همین وسط بازی، اونا دارن پول میگیرن برای همین وسط بازی، اونا را از توی ایران آموزش دادن برای همین وسط بازی. برای من خب یه سوالی از دوستان بپرسم. یه دون اول که دوستان لطفاً برنامه رو یه بار دیگه شیر کنید، هم توی یوتیوب هم توی فیسبوک. دوم من یکی از دوستان، یکی از عزیزان نوشته بود که سوال پرسیده بود که چرا الان مثلا بیشتر به اسرائیل داره پرداخته میشه. اگر از اول برنامه رو برن دوستان نگاه کنن، ما گفتیم، اتفاقا گفتیم که کسایی که تعصب خاصی نسبت به جریانی دارن لطفاً یا بشینن با دقت گوش کنن یا این لایو رو ترک کنن، چون اعصابشون خورد میشه، مطالب تلخی، واقعیت های تلخی رو خواهیم گفت. وقتی ما صحبت از مبارزه با جمهوری اسلامی میکنیم در طول 41 سال، چون نمیدونستیم هسته اصلی جمهوری اسلامی کیست و چیست و چه اندیشه ایست و تیرامون مرتب هدر میرن، من ملت میومدن کشته میشدن، زندان، دستگیر، فلان، و در نهایت جمهوری اسلامی قوی‌تر و گنده‌تر میشد که تا امروز شده. وقتی ما بازی ها رو ندونیم، مجبور میشن مردمی که میان توی خیابون، عده‌ای از رندان یا عده از فرستاده شدگان، فرق نمی کنه چه بین مردم چه در بین اپوزیسیون، این جریان های مردم رو به سویی که خودشون دلشون میخواد سوق میدن. مثلا در سال 88 اومدن گفتن آقا بچسبید به دولت اوباما، بهش بگید یا اونی یا با ما یا با اونا، و دل بستن به اوباما که اونم گفت من با جمهوری اسلامی هم بدون مال کارتون. یا در مورد دولت ترامپ یا در مورد کشور اسرائیل که از همه مهمتره، خیلی از هموطنان ما متاسفانه بر اثر تبلیغات دروغی که جمهوری اسلامی از یک سو به اسم دشمن و اپوزیسیونی از سوی دیگه که اتفاقا این هم به دروغ به اسم دوست در بین ما مردم ایران رواج داده، ما فکر میکنیم که اون سیاست حکومت اسرائیل به نفع ملت ایران هست یا دوست ملت ایران هست، در صورتی که اینجوری نیست. کارهایی که رستاخیز سیمور داره انجام میده، داره این لایه ها رو باز میکنه و دوست و دشمن واقعی رو اینجا به مردم نشون میدیم که ملت ایران، شما مردم ایران که ما هم جز بشیم، تنها ترین، بیکسترین و مظلوم ترین مردم تاریخ بشریت هستیم. باور نمی کنید؟ باور نمی کنید ما دشمن رو در خانه خودمون پرورشش دادیم و شاخش کردیم برای خودمون؟ باور نمی کنید به همین سادگی فریبمون دادن، کلامونو گرفتیم توی ماه، ببینیم فضا نورد در ماه ریده خمینی رو یا ندیده؟ باور می کنید این رو بهترین دوست ایران در اون روزگار انجام داد؟ باور نمی کنید جریانی یا قومی یا فرقهی که ایرانیان در طول تاریخ چندین بار این قوم رو از مرگ و از نیستی نجات دادن، به جای اینکه بیان به ملت ایران خدمت کنن که نخواستیم، مرتب دارن خیانت میکنن، از پشت ضربه میزنن؟ باور نمیکنید که این زخمی که پیکر ایران و ایرانی در طول 41 سال به بدنش و به تن و جانش نشست، زخمی نبود که چهار تا آخونده انچوچک مثل جنتی و خمینی و علی خامنه ای ارزلو باش بزنن، در صورتی که زخم اصلی رو همون جریانی زد که پشت اینها پنهان شده بود؟ باور میکنید 41 سال تمام سیاست جهانی رو اون فرقه نسبت به روانشناسی و جامعه شناسی دقیقی که از ملت ایران داشت به گونه ای چرخوند، به گونه ای مدیریت کرد که اون برنده بشه و ملت ایران بازنده بشه؟ ملت ایرانی که نه چشم به خاک کسی داشتن، دقت کنید اینو، ملت ایرانی که نه چشم به خاک کسی داشتن، نه دشمنی با مردم کسی،
چرا ظرف 41 سال ایرانی که از اون احترام به خصوص در دنیا برخوردار بود باید بیاد و انقدر سقوط کنه؟ چرا؟ مگه شما مردم ایران در طول این 41 سال چشم طمع به خاک افغانستان داشتید؟ چشم طمع به خاک عربستان داشتید؟ چشم طمع به خاک عراق داشتید؟ مگه داشتید؟ نداریم ما. اما چرا ما باید بدبخت بشیم؟ ما بدبخت شدیم کی قدرت گرفت اومد بارا؟ همون کسی که ما رو بدبخت کرد. حالا حرف ما اینجای اینجاست، اینه که برای نجات خودمون از این گرفتاری دست به دامن اونی نشیم که این بلا رو به سر ما آورد. دست به دامنش نشیم، نشینیم التماس کنیم که خدایا خدایا امروز آقای ترامپ بشه یا آقای نتانیاهو بشه. دوستان یه سوالی از خودتون بپرسید، چرا اسرائیلی که این همه ترامپ بهش خدمت کرد، بزرگترین خدمت بعد از خدمت ایرانیانی مثل کوروش کبیر به قوم یهود رو آقای ترامپ انجام داد، بزرگترین خدمت رو. 80 سال رئیس جمهورهای مختلف آمریکا اومدن و رفتن، هیچ کدوم به وعده هاشون عمل نکردن، هیچ کدوم به خواسته این فرقه اهمیت ندادن، اما آقای ترامپ یک تنه چون دستورم از پشتاش بازی ها هم بلد بود این خدمات رو به این فرقه کرد. چرا یک بار آقای نتانیاهو در طول دوره تبلیغات انتخاباتی سری دوم یک حمایت از ترامپ نکرد؟ چرا فکر میکنید نکرد حمایت؟ چرا فکر میکنید همین الان اسرائیل کشوریه که جزء دهمین کشورهایی بود که به بایدن تبلیغ گفت؟ چرا؟ من و تو ایرانی بیشتر از ترامپ بردیم یا اسرائیل و نتانیاهو؟ کدوممون بیشتر بردیم؟ چرا ما مردم ایران انقدر بدبخت و احمق شدیم؟ یارو خود نتانیاهو میاد تو سخنرانیش میگه آقا ترامپ از برادر از پدر برای ما بیشتر خدمت کرد. یک حمایت از ترامپ نمیکنه در مقابل بایدن. من و تو ایرانی که ترامپ در دوره 4 ساله ترامپ 400-500 برابر کشور ما نابودتر شد، ما میایم دست به دامن ترامپ بشیم. بانو همای گرامی، حرفای ما، برنامه ما برای اینه که ما بیایم بفهمیم امروز ترامپ رفت، پس فردا یه قهرمان دیگه برامون درست میکنن، پس اون فردا یه قهرمان دیگه برامون درست میکنن و ما مردم ایران رو سوق میدن اون بعد. آقا ایها الناس، ملت ایرانی ها بفهمید، ما ایرانی ها یک الماس بیشتر نداریم. اون الماس ما امروز 60 سالشه. 60 سال تنها فرصت تاریخی ملت ایران، یا تنها شخصیتی که میتونه ایران رو از این دره سقوط نجات بده، شاهزاده رضا پهلویه. 60 سالشه امروز. 4 سال با ترامپ گذاشتن اون سر کار، 4 سال دیگه هم با بایدن میذارن اون سر کار با تقلب ترامپ. این پادشاه ما میشه 64 سالش، میشه 70 سالش، خسته میشه میگه آقا فلان فلان پدرتون، اصلا برید دنبال کارتون. شو که نمیگه، ولی منطقی. و این فرصت رو دارن از ما میگیرن. ملت، اگر در این 4 سال آقای ترامپ ایرانی ها رو، چشم امیدشون رو با ترامپ شیرده رو، ترامپ بزده رو، ترامپ فلان وست نکرده بودن به یک جای دیگه، باور کنید ملت ایران نجات پیدا میکردن. ولی به همون دلیلی که گفتم آمریکا نمیخواد جمهوری اسلامی ثابت بشه، چون باید طرح اسرائیل بزرگ و اون نقشه صلح پسرمو انجام بشه، ما رو وصلمون کردن به یه جایی که اتفاقا جمهوری اسلامی یکی از دوره‌های مذاکرات اصلیشو با همین دولت آقای ترامپ داشت. نمونهش زندانیایی که جمهوری اسلامی از آمریکا عوض کرد، زندانیایی که آمریکا از جمهوری اسلامی عوض کرد. اینو عمه من که انجام نداد، که اینو دولت آقای ترامپ انجام داد. چرا یک کلمه در موردش حرف نمیزنید؟ گرفتاری ما مردم امروز اینجاست که دشمنمون رو نمیشناسیم و دشمن ما پوست میش کرده رو صورتش، اومده جز ماها، اما ذاتش گرگه، ذاتش کفتاره. اون کسی که 41 سال خون ملت ایران رو خورد، علی خامنه‌ای الگنگ نبود، احمد جنتی بز نبود، اون بیشورها، اون الاغ‌ها هم خودشون مهره این جریان هم نمیفهمن، شاید خیلی هاشون نمیفهمن، اما مهره این جریان هم. ابراهیم رئیسی مهره این جریان، الان براتون گذاشتم، سال 2017 در موردش مقاله زده که این شخص میتونه رئیس جمهور خوبی باشه.
کی؟ اون کسی که قتل عام ملت ایران در سال 67 دستور داد. تا کی ما باید 4 سال به امید این، 4 سال به امید اون، 4 سال به امید اون یکی بمونیم؟ آقای ترامپ اگر می‌خواست جمهوری اسلامی رو زمین بزنه، همه رو ول کنید، همه رو بریزید دور. اگر می‌خواست این کارو بکنه، کافی بود امارات رو تحت فشار قرار بده، کریدور تجارت جمهوری اسلامی رو ببنده. وقت من به شما میگفتم جمهوری اسلامی از تو خودش رو میخورد یا نمیخورد. یا به قول جناب کمال‌پور رو دوستان دیگه، سویفت بانکی رو برای جمهوری اسلامی میبست. یا دیپلمات‌های جمهوری اسلامی رو بهشون اجازه رفت آمد نمیداد. چرا هرچی بدبختی برای ملت ایران باشه، در 4 سال ترامپ ملت ایران 500 برابر فقیرتر شدن. در 4 سال ترامپ تمامیت ارزی ایران 400 برابر بیشتر رفت. در 4 سال آقای ترامپ دریای کاسپین ایران رفت. در 4 سال آقای ترامپ رفت. آی ترامپ امام زمانی ها. ولی بخواد راجب گردو میرزه دامن مردم با حرفای قشنگش که میگفت که حمایت میکنیم، ولی با چوب زده تو سرشون و این توانایی مردم ایران رو ترامپ ازشون گرفت که دیگه زور بلند شدن نداشته باشه. بله بریم شما صحبت کنید، بعد من اتفاقاتی که شما صحبت دارید کی شده؟ چقدر زمان هستش؟ داریم میخوایی صحبت کنید صحبت کن. برای در تصویر من هر روز صفحه برده صدا من الان خوبه یا ضعیفه؟ چند روز نیست شما خوبه، صدات خوبه، یه خورده بلندتر صحبت. من دوربینمو می‌بندم ببینم. یه نگاهی می‌خوام بندازیم کوتاه به پیشینه سعید حجاریان که ببینیم فرد یهودی تازه مسلمان شده، چه حتی تازه مسلمان شده، از کجا میاد. سعید حجاریان توی گفتگویی با اندیشه پویا شماره 2 تیر ماه 1391 صفحه 37 تا 45 به یه سری از سوابق پدرش اشاره میکنه. ببینید چه ریشه‌ای دارن اینا. پدرم اوایل سراغ دار و دسته منشیزاده و حزب سومکا رفته بود. بنیانگذار حزب سومکا منشیزاده است. یه مدت هم رفت سراغ بامداد آزادگان که دار و دسته کسروی بودن. یعنی باباش تو همه این حزبا رفته سرکی کشیده، پدر یهودیش. حالا حزب سومکا خیلی جالبه که چه حزبی بودش. این حزب در زمان نازی ها تو جنگ جهانی دوم تشکیل میشه و عقیدهش چی بوده؟ آرمش دقیقا مثل آرم نازی ها بوده، فقط اون گردونه مهری که وسط پرچم نازی ها بوده مال حزب سومکا فرق داره، مثل یه دونه یک انگلیسیه و یک خط از چپ به راست این یک رو وسط نصف میکنه. مقرش هم تو چارلوس تهران خیابون خانقاه بوده. عرضم به حضورتون مرام سیاسیش چی بوده؟ ناسیونال سوسیالیسم، باستانگرایی پارسی. این دوتایی که آورده وسط، اینا همش فیلم هندی قضیه است. اصل قضیه کجاست؟ یهودی ستیزی، آنتی کمونیسم، آنتی کاپیتالیسم. دقیقا همون مرامی که حزب نازیست داشت. حزب نازی هم که میدونیم کی راه انداخت؟ خود صهیونیست‌ها. همونو توی ایران راه اندازن و پدر حجاریان تو اینا سرک میکشیده. بعد در مورد حزب سومکا بر اساس اسناد منتشر شده سومکا جز گروه بود که تو عملیات به دامن از CIA پول میگرفته. بعد فردوس در مورد این حزب میگه که در ارتباط سومکا و ارتباطش با اداره دوم ارتش، با رکن دو ارتش،
میگه که یعنی اطلاعات ارتش، اطلاعات اول رکن دوم بودی بعد سواکون. یکی از این احزاب که از رکن دوم پول میگرفته حزب سونکا بود که توسط داوود منشیزاده راه اندازی شد و در آن افرادی مثل خیلی جالب اینجا مثل داریوش همایون شرکت داشتن، پدر حجاریان، حزب سونکا، ضد صهیونیست و داریوش همایون. میبینی چقدر خط و ربط با همه؟ داریوش همایون از اعضای سونکا، ببینید چی میگه، میگه منشیزاده مسلماً کمک مالی میگرفت ولی نه از دربار، یعنی پادشاه به اینا کمک نمیکرده. خب پادشاه مملکت کمک نمیکرد، پس کی کمک میکرده؟ سیستمای اطلاعاتی که ساخته و پرداخته CIA و MI6 بودن در اون زمان. به احتمال زیاد از آن دو برادری که در اسناد آمریکایی‌ها به نام برادران باسکه از آنها نام برده شده است و آنها کمک می‌کردند به گروه‌های ضد کمونیسم آن دوره همانها بودند. منشی‌زاده مسلماً از آنها کمک می‌گرفته. ششم، تو توطئه قتل افشارتوس رئیس شهربانی کل کشور در دوران مصدق، سونکا هم جزو متهمین این قتل بوده. جالب نیست؟ و پدر حجاریان این توه هنوز. روزنامه اطلاع در همون وقت می نویسه بعضی از محافل اظهار نمودن که روبوده شدن افشارتوس به دست حزب سونکا ارتباطی وجود داره. بعد هفتمی، سرتیپ علی اصغر مزینی از اعضای مؤثر در توطئه قتل افشارتوس. بازجویی مورخ 6/2/1332 به برخی ارتباطات و همکاری‌های خودش با برخی از ها از جمله آریا و سونکا اشاره داشته. جفتش هم داریوش همایون توش عضو بوده. سرتیپ مزینی در اعترافات خود که توی رادیو تهران پخش شده و هم گره میگه ما اول حزب سونکا رو ساختیم که با توده‌ای ها و نیروی سوم مبارزه کنه، چون این کار فایده نداشت به فکر دزدیدن افشارتوس افتادیم. فقط این خطا رو همه رو بذارید کنارم ببینیم چه اسمای این وسط میاد و ببینید این حجاریان که امروز هست ریشش تو کجاست. درباره داوود منشیزاده رهبر سونکار بگم، یکی از سپسرهای میرزا ابراهیم خان منشیزاده بود به نام داوود منشیزاده. در سالهای پس از شهریور 1320 یا 23 فکر میکنم 20 به تأسیس گروه سونکا دست زد. این گروه با نظامیان عالی رتبه وابسته به سازمان اطلاعات انگلیس به رهبری سرلشکر حسن ارفع، ایشون ماسون بوده، رابطه تنگاتنگ داشت. ابراهیم خان منشیزاده از مؤسسین و اعضای اصلی کمیته مجازات بود. این کمیته مجازات میتونید بزنید توی اینترنت بخونید در موردش چون طولانیه. ابراهیم خان پدر داوود منشیزاده رئیس حزب سونکا بهایی بوده است. ببینید تمام اینا رو میایید میگردی، حالا میایید این حزب سونکا میاد میرسه تا به ساواک و حلقه امنیتی کی؟ حلقه امنیتی پرویز ثابتی. حالا خیلی جالبه،
در مورد ثابتی، حلقه امنیتی ثابتی، ثابتی کی از ایران رفته بود جناب کمالپور؟ تاریخی که گفتم میدونی چی مو یادتونه؟ قبل از بهمن 57 خارج شده. بله، 9 آبان 1357 پرویز ثابتی با اسم مستعار علی خانی از طریق فرودگاه مهرآباد میره پاریس. جالب نیست؟ یعنی ثابتی مقارن با استقرار خمینی تو پاریس تو این شهر مستقر شده. خودش تو کتابش دامگه حادثه نشر کتاب سال 1390 صفحه 636ش اینو میگه. سندش میتونید برید بخونید. سفر ثابتی و برخی از عناصر خاص ساواک تو این ایام و ماهای قبل از خروج شاه از کشور نشون دهنده چیه؟ نشون میده یک حلقه، یک ستار فرماندهی خیلی قوی برای کنترل و راهنمایی و رهبری جمهوری اسلامی تشکیل شده. اینا بود همیشه میرن پاریس. و تا امروز نه تنها جمهوری اسلامی تو داخل ایران، بلکه اپوزیسیون نماهای جمهوری اسلامی، در واقع اینا اپوزیسیون مردم هست نه اپوزیسیون جمهوری اسلامی، در خارج از کشور رو پرویز ثابتی داره کنترل میکنه. یعنی یک خائن و ایران ستیزی مثل شریعت مداری بدون اجازه و هماهنگی پرویز ثابتی آب هنوز نمیخوره. حالا من در خصوص حجاریان و پرویز ثابتی داستان‌ها زیاده، داستان‌ها ریشه‌ها زیاده که مفصل در موردش فکر میکنم یک برنامه بذاریم بد نیست. اوکی، سپاس از شما جناب قاسمی. اگه اومدین دوربینتون روشن کنید، با دوستان خداحافظی کنیم و 3:32 گذشته. جناب قاسمی اومدین یا نه؟ خب مثل همه جناب قاسمی نیومدن. دوستانی که از اول برنامه با ما همراه بودن، که ایشونایی که وسط برنامه با ما رسیدن در یوتیوب، حتما دو قسمت دیگر رو نگاه بکنن و از اول برنامه رو ببینن. وقتی شما قسمتی رو ببینید قطعا احتمال داره که براتون بد جا بیفته و برداشت به اشتباه بکنید. اما صحبت‌ها رو از مرحله ابتدایی که بشنوید متوجه میشید منظور ما چی هست و ما به اون چیزی که داریم میپردازیم چیزی نیست به غیر از نام ایران و مردم ایران، و فقط مردم ایران و ناجی خودشون میدونیم، نه هیچ کس دیگه ای رو. جناب قاسم، اگه صحبت پایانی دارید بفرمایید. اصل جریان مونده جناب کمالپور، اصل جریان تو همین صحبت پایانیه که پیشبینی یا به قول معروف اتفاقاتی که در آینده نزدیک رقم خواهد خورد متاسفانه. گفتیم دیگه اصلش جنگ است و تجزیه که گفتیم. خب نه، حالا یه قسمت‌های دیگه‌اش هست که اینا رو من یه توضیح دیگه بدم بعد از حضور دوستان مرخص بشیم. لطفاً دوستان یه بار دیگه برنامه رو شیر کنید، فراموش نشه. ما توی رستاخیز سیمرغ وقتمون رو گذاشتیم روی بازخوانی بازی‌های مافیایی. تا امروز موفق بودیم، کار به جایی رسید که دیدید خودتون جواد ضخیم کشون در آوردنش توی تمهیدیه شورای اسلامی و رسما اعتراف کرد به آن چیزی که ما در رستاخیز سیمرغ گفتیم و یه سری از این دوست نماها یا مدعیان مخالفت با جمهوری اسلامی اومدن به ما فحاشی کردن. مثل همین عرازل رو باشه، منوچهر ساشمشی و کلاغ و ملاغ و یه سری یک و جونور دیگه، دوستان شهروز، دوستان تودهی شهروز، بعد مثل اون دوستان دو تفلان استالین که خودشون نمیدونن تفلان استالینن یا تفلان لنینن یا رو کی بودن، دو تا درقک هستن توی. من یادم دوست... به شهروز هم اول یه تسلیت بگم، یکی از دوستانش خودکشی کرده بود. حالا بعدن آقا این هم به من نچسبید، حالا به شوخی میگید بینندگان فکر کنن دوستان من این واقعیت بود، چون به عنوان مثلا رفته بودی خواستگاری یه کسی که مثل یه بچه یه مثلا
چهار پنج ماه است که بخواد بشینه پشت اسکانیا. این واقعیت بود دیگه. بگذاریم، ما پول مواد فروشی نداریم، ما پول از جمهوری اسلامی برامون نمیاد که بدیم فیسبوک یا یوتیوب برامون برنامه اونو به چرخونه بازدید های فیک بیاره. طرف برنامه میذاره دو ساعت و نیم، ته برنامهش میشه 700 نفر، بعد میره 200 یورو یا 500 یورو چقدر میاد میده به فیسبوک، برنامهش وارد به چرخونن بکننش مثلا 15000 نفر، بعد بگه من دفعه این نفر هم فدستیان در فلانه. بگذاریم از این جک و جونه برات زیادن، دیدید خودت. اما اصل جریان دوستان، گام های بعدی در طرح بزرگ طرح معامله قرن، گام های بعدی به این صورت خواهد بود که ایران از همه طرف، از جنوب، از غرب، از شرق، از شمال مورد حمله این مافیای ایران ستیز قرار خواهد گرفت. و به نظر من، به نظر شخصی من، کاری که سپاه پاسداران در طول 41 سال کرد، زمینه‌هایی که آماده کرد در استان‌های مرزی ایران، فرق نمی‌کنه در خوزستان، در کردستان، در آذربایجان یا در به قول معروف استان خراسان یا در سیستان و بلوچستان، کاری که جمهوری اسلامی کرد زمینه سازی بود برای این تجزیه ایران. یعنی تجزیه ایران رو نهادینه کرد در فکر مردم‌های بومی ایران که یعنی به این راضی بشن که آقا هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، فقط اینا نباشن. یعنی ملت رو به اینجا رسوندن. اتفاقا در 4 سال آقای ترامپ این فشار حداکثری بسیار زیاد شد روی مردم. جمهوری اسلامی کوچکترین آسیبی هم ندید. هر کی هم میگه جمهوری اسلامی آسیب دیده، بیاد اسنادش رو ارائه بدیم جمهوری اسلامی کجا آسیب دیده. هر کاری جمهوری اسلامی کرد با دستور اربابش انجام داد، هر قدمی که انجام برداشت طبق نقشه برداشت و امروز هم نتیجه شو دارید میبینید. اما کاری که در آینده اتفاق خواهد افتاد در شهرهای مرزی ایران، ما بارها و بارها اینو گفتیم، همین اتفاقی که شما امروز در اران و بین اران و ارمنستان دیدید، کشتار ایرانیان در حقیقت در این منطقه رو دیدید، برای اینکه خط لوله رو اون بتونه کشور کوچیکی بتونه برای خودش برداره ببره، همین اتفاق فردا در اردبیل، تبریز، ارومیه، کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و خراسان ایران خواهد افتاد اگر همچنان ارتش ایران سکوت کنه و ملت ایران هم دنبال به قولی رو گفتنی ناجی از سرزمین های خیالی خودش باشه و این بدبختی ما ملت ایرانه. اما نیروهای بومی سازی که سپاه در مناطق مختلف ایران انجام داده خیلی مهمه دوستان. این نیروهای بومی سازی برای یک روز خاص هستن، برای یک دوره خاص هستن. سپاه نمیاد بی خودی برای مثلا برای وطن پرستی خودش یا برای ایران پرستی خودش بیاد نیروهای بومی آذربایجان درست کنه، نیروهای بومی خوزستان درست کنه، نیروهای بومی سیستان بلوچستان درست کنه یا نیروهای بومی خراسان درست کنه. تمام اینها و اون پادگان ها و اون زاغه هایی که اینا درست کردن به اسم زاغه های موشکی که در موردش هم خیلی لاف میزنن، فقط برای یک چیزه، برای مقابله با ارتش ایران در زمان مشخص شدهش توی اون طرح معامله قرنه. به نظر من در آینده نزدیک با اتفاقاتی که رقم میزنن توسط این 4 تا گروهکای جکو جنور پانتورک و پانکورد و نمیدونم پان عرب و این عرزل رو باشه وابسته به خود جمهوری اسلامی در خارج و در داخلش، همون کسانی که پرچم ترکیه رو، پرچم 12 متری ترکیه رو اجازه میدن بره تو استادیوم ورزشی در آذربایجان، در اردبیل، حتی در تهران، همون کسایی که همه این زمین سازی رو کردن، سپاه رو مقابل ارتش قرار خواهند داد. حالا با یک کشتار مرزی، با یک نمیدونم کشتار مرزبانها و امثال اینها بهانه رو شروع میکنن. اما این بار دیگه خیلی داستان فرق میکنه، چون نقشه‌ای که داشتن رسیده تقریبا به مراحل آخرش و تو مراحل آخر ما الان در ایران اگر فکر کنید 1% فکر کنید، اگر همون اتفاقی که 4 تا نماینده خامنه‌ای زدن، فراخانی که دادن، فتوایی که دادن و یه سری از هموطنان آذری ما فریب خوردن، اومدن لابلای هسته‌های اصلی نیروهای سپاه، اون افرادی که اومدن تو میدون فوزیه یا تو اردبیل یا توی زنجان، هسته های اصلیش مامورای سپاه پاسداران، همون مامورایی که بومی سازی شده بودند،
اونها بودن که تونستن یه مقداری از مردم هم جذب خودشون کنن، مردم مناطق آذری نشین ایران رو. ولی فکر کنید اگر همون نیروها رو اسلحه به دستشون بدن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ترکیه تمام قد، آقای دیکتاتوری به نام اردوغان تمام قد منتظر بهانه است برای بلعیدن آذربایجان های ایران. ای اسرائیل تمام قد آماده است برای بلعیدن آذربایجان ها، خوزستان، کردستان ایران. اینا رو فراموش نکنید. و امروز اومده دقیقاً لب مرز ما پایگاه نظامیشو داره میزنه. فرق نمیکنه چه جنوب، چه غرب، چه شرق، چه شمال، چه به قول معروف شرق ایران. اسرائیل اومده لونه کرده. در داخل ایران هم که سیستم جمهوری اسلامی مخصوصا سپاه کاملا در اختیارشه. برگردید بیاید روی همین مقاله‌ای که نه آقای مسئول وزارت امور خارجه، مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، رابطه تنگاتنگی، خیلی رابطه بسیار بسیار صمیمانه با سران جمهوری اسلامی در بخش اصولگراش داره. در بخش اصلاح طلبش هم دوستان شما میبینید دولت آقای ترامپ میاد، حکومت آمریکا که سروس باشه مقابلش میسته. یادتونه دیگه، یادتونه سروس میومد 15 میلیارد دلار پول میداد، یه سری از این سیامی‌ها و از این افراد مختلف رو جمع میکرد جلوی کاخ سفید تظاهرات میکردن، یادتون هست این؟ اما در خود بدنه کابینه دولت آقای ترامپ عوامل فارسی زبان، یعنی اونایی که، من فقط راجع به ایران صحبت میکنم، اونهایی که مدعی مخالفت با جمهوری اسلامی هستن همشون مهره های سروس بودن در کابینه آقای ترامپ. مثل کی؟ مثل بنیاد دفاع از دموکراسی ها. بنیاد دفاع از دموکراسی ها زیر مجموعهاش کیا بود؟ مسیح علی نژاد یکیشه، شیرین عبادی یکیشه، FDD مدیر اصلیشه، سایت توانا و مجموعه توانا یکیشه، فرشگرد و مجموعه فرشگرد یکیشه، شورای حسن شریعت مداری و بقیه اراذل لوباش یکیشن. و اینها مهره های سروس بودن، اون حکومته بودن در بدنه دولت آقای ترامپ. مستند شبکه اینتر آشغال جمهوری اسلامی به اسم عربستان مستندی درست کرده به اسم فشار حداکثری. وقتی شما برید این مستند 5-6 قسمتی رو نگاه کنید، افرادی که فارسی صحبت میکنن، جالبه فارسی صحبت میکنن اما آمریکایی هستن، به اسم اپوزیسیون، اینها کسانی بودن که این برنامه ها رو دادن به دولت آمریکا که فشار حداکثری رو بتونه، اطلاعات رو دادن که فشار حداکثری رو بتونه حکومت آمریکا بذاره. خیلی جالبه اینها، این افراد فارسی زبان آمریکایی، دوستان عزیز، اینها اپوزیسیون ما، مردم اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیستن. کسی که در آمریکا زندگی میکنه، تبعه آمریکاست، سوگندی که خورده به پرچم آمریکا حفظ منافع آمریکاست. شما فکر نکنید مسیح علی نژاد، شهرام شارلاتان، هوشنگ لوله آفتابه و بقیه افرادی که در آمریکا ساکن هستن، اینها که سیتیزنن اکثرشون، تو بخش اپوزیسیون من میگم، مردم عادی کاری ندارم، اینها اولویتشون حفظ منافع ملی آمریکاست. خیلی مهمه. دقیقا مثل کارمندان بی بی سی. کارمندان بی بی سی درست فارسی حرف میزنن اما مأمور حفاظت از سیاست امور خارجه انگلستان هستن. ما باید اینو باید تمیز بدیم، اینو باید فرق بذاریم وسطش. تنها شخصیتی که ما ملت ایران داریم که اتفاقا در آمریکا هم زندگی میکنه و اتفاقا شهروند آمریکا نیست، شاهزاده رضا پهلوی. بقیه شون، هر کدومشون که شما فکر میکنید، اینا تبعه آمریکا هستن. دوستان، کسی که تبعه آمریکاست، اولویتش منافع ملی آمریکاست نه ایران. جانوران فرشگردی و مجموعه FDD، برید نگاه کنید در دوره اول آقای ترامپ خارمادر خودشون رو سرویس کردن، برید ببینید دیگه. اما در این دوره چون اسرائیل سکوت کرد و باید سکوت میکرد، همه اینها سکوت کردن. حالا چرا اسرائیل سکوت کرد و چه اتفاقی قراره بیفته، من به شما میگم. و چرا جو خوالو باید بیاد سر کار؟ این برمیگرده به 7-8-10 سال گذشته. تاریخ رو نگاه کنیم. در زمان بوش، حمله‌ای که به عراق شد، چون سیاست آمریکا برای به خاطر این دو حزبی بودنش اینه، یکی ببره یکی بدوزه. بوش اومد حمله کرد، اون اتفاقات افتاد. اوباما اومد چشمهاشو بست روی جنایت در خاورمیانه و شما شاهد این بودید که بشار اسد قاتل
با کمک جمهوری اسلامی و اسرائیل و آمریکا و متحدانش جنایت علیه بشریت رو بر علیه مردم سوریه انجام دادن و آقای اوباما چشمشو بست. الان به نظر من چون آمریکا میخواد خاورمیانه رو ترک کنه و این گلدور معروف رو به قول معروف افسارش رو باز کرده و ولش کرده تو منطقه به اسم اسرائیل رو، جنگ بعدی در منطقه که به زودی هم اتفاق خواهد افتاد اتفاقا در داخل ایران توسط اسرائیل خواهد شد. چرا؟ تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه است. آقای ترامپ اومد گفت عرب‌ها اگر میخوان آمریکا ازشون محافظت کنن باید پولشو بدن. جدا از این که میلیاردها میلیارد دلار اسلحه به این عرب‌های حاشیه خلیج فارس فروخت آمریکا، همین آقای ترامپ که اونا قراره توی ایران تخلیه بشن، جدا از اون نیروهای تحت امر آمریکا رو آقای برایان هوک اومد تو معامله بزرگ قبل، فکر نمی‌کنم فرصت بشه، ویدیو شما دارید گذاشتیم قبلا، آقای برایان هوک اومد با افتخار اعلام کرد. آقای پخش کنم چند دقیقه بیشتر نیست. آره آره مران جان اینو بذارش، بذار دوستا این ویدیو رو اگه دم دسته بذارش مران جان لطفا. خلیج فارس هم صحبت بکنم. در منطقه خلیج اقدامات ما برای بازدارندگی همین چند ثانیه بود دیگه، من چون نشنیدم خلیج فارس هم صحبت بکنم. در منطقه خلیج اقدامات ما برای بازدارندگی ایران از خراب کردن وضعیت در اونجا پیش رفته. ما امروز در بحرین که مرکز فرماندهی ما در اونجا هست، حالا در واقع بریتانیایی ها کنترل این منطقه رو در دست خواهند گرفت. ما از رهبری اونها ممنون هستیم. ما افتخار میکنیم از این که اقدامات بین المللی برای تأمین امنیت خلیج و همینطور تنگه هرمز رو تأمین کردیم. بله بفهمید. آقای برایان هوک با افتخار اعلام میکنه که فرماندهی نیروهای نظامی در خلیج فارس رو واگذار کرده به انگلستان. انگلستانی که چشمش دنبال تجزیه ایران بوده، امروز تلاشی که شاهنشاه آریامهر انجام داد رو فراموش نکنید. 37 سال حکومت شاهنشاه آریامهر یکی از مهمترین دستاورداش میدونه چی بود؟ خروج انگلستان از خلیج فارس بود. و آقای برایان هوک امروز رسما داره اعلام میکنه بعد از معامله غرب، میگه ما فرماندهی این نیروهای نظامی رو با افتخار دادیم به انگلستان. انگلستان کنترل نیروهای نظامی رو در اختیار داره. اسرائیل تمام اون شیخت نشینهای عرب خلیج فارس رو در اختیار داره. وقتی اونا رو در اختیار داره، نیروی نظامی اونها رو در اختیار داره. در عراق هم به همین صورت، در آذربایجان شمال غربی ایران هم به همین صورت، و در یک چشم به هم زدن این اتفاق رقم خواهد خورد و اونجا نیرویی که قرار درگیری ایجاد بشه بینش، سپاه پاسداران، سپاه تروریستی جمهوری اسلامی بر علیه مردم و ارتش ایران خواهد بود و این جنگ داخلی که تاریخش به نظر من بسیار بسیار زود خواهد بود، توسط این دوتا جریان اتفاق میفته. و وقتی اتفاق بیفته، اونجاست که نیروی نظامی آمریکا تحت فرماندهی اسرائیل وارد عمل خواهد شد و همون اتفاقی که در سوریه رقم خورد و همون اتفاقی که در عراق رقم خورد و همون اتفاقی که در افغانستان رقم زدن، که امروز افغانستان 4 تا رئیس جمهور داره، عراق 3 تا به 3 قسمت تقسیم شده، روسیه هم که سوریه هم که اصلا ترکوندن، یه قسمتشو اردوغان برداشت، یه قسمتشو پوتین برداشت، یه قسمتشو بشار اسد برای خودش داره حال میکنه، یه قسمتش هم نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و اسرائیل در قالب حزب الله با هم، همین اتفاقو در مورد ایران ما رقم میزنن. خطر بزرگ اینجاست و اون روزی که ارتش ایران هم تنها خواهد ماند، چون نیروهای بومی که سپاه ساخته تمام تجهیزاتی که خریداری شد در این پادگان‌های این استان‌ها ذخیره شده و اینا قرار نیست بر علیه کشورهای دیگه استفاده بشه، اتفاقا قراره بر علیه
ارتش و ملت ایران استفاده بشه و این بسیار بسیار خطرناکه. بفرمایید جناب کمال. خدمت شما عرض کنم این مقوله یه مقدار به درازا میکشه، من فکر میکنم در یه برنامه دیگه شاید ما به چند تا مطلب باید بپردازیم. یک، توان نظامی ارتش در حال حاضر و تسلیحاتی که الان در اطراف ایران داره چیدمان میشه و اینکه ببینیم آیا با این تسلیحات میتونن توانایی دارن و اگر نداشته باشن چه اتفاقی خواهد افتاد، چون سپاه رو نمیتونیم ما حساب کنیم، سپاه سپاه اورشلیمه و هر چیزی که اربابانش بگن همون رو انجام میده. ارتش تا 80% امیدوار هستیم که بر اساس اون ارق ملی که داره عمل بکنه و از تمامیت ارضی کشور دفاع بکنه. یک پروسه کاملا استراتژیست نسبت به اینکه با عملکرد نظامی و حمله نظامی به ایران آیا ایران تجزیه خواهد شد یا نخواهد شد، چه اتفاقاتی میتونه مسیر رو ببره به سمت تجزیه ایران و چه اتفاقاتی میتونه منجر بشه به درگیری و در نهایت ایران تجزیه نشه. همه اینا یک سری بحثای کلاسیک و استراتژیسته که باید هر کدوماشو در یک برنامه 3-4 ساعته شاید با نقشه‌های مختلف طراحی شده صحبت کنیم، بحث کنیم، ادوات جنگی رو بررسی کنیم، توازن قدرت در منطقه به چه سمتیه و این ترازو کدوم سمتی سنگین تره. با بخش زیادی از صحبت‌های جناب قاسمی موافقم، با بخشش مخالفم و فکر کنم در یک برنامه دیگه ما مجبوریم این مقوله ها رو باز کنیم و وقت تعارف و وقت آی مردم میترسن و آی فلانه رو نداریم. ما ترسمون از تجزیه ایرانه و چیزی که جمهوری اسلامی اگر بمونه قطعا اینو این برنامه رو اجرا میکنن با جمهوری اسلامی و این ترس بزرگی برای ما، این که مردم برای دفاع از کشورشون، دفاع از خودشون، نجات خودشون و کشورشون بیان وسط ترس نداره. اگر کسی تو خونه بمونه، بارها گفتیم در طول این چند سال در برنامه‌های مختلف، در کلیپ‌های مختلف گفتیم، اگر تو خونه هاتون هم بمونید، اسرائیلی که اعتقاد دارید بهش میاد در خونه‌تون میزنه و جونتون رو میگیره و اون بر اثر قحطی و خشکسالی و گرسنگیه و چه بهتر که زودتر بیاییم بیرون و کشور نجات پیدا کنه. یادم میاد در کتاب سقوط بهشت بخش پایانیش که میخوندم، سفری که اولیا حضرت به عراق داشتن با حسین نصر برای دیدن یکی از مراجع تقلید میانه رو که صحبت کنن، آخونده رو خواسته باشن ساکت بکنن، صدام حسین در اون زمان درخواست ملاقات حضوری میکنه و میرن ملاقات و به دیدن اولیا حضرت و میخوان که توی اتاق تنها با ایشون صحبت بکنن. وقتی اولیا حضرت با حسین نصر که به زبان عربی تسلط داشته وارد اتاق میشن، صدام حسین میگه به برادر من سلام برسونید و بگید اگر امروز 1000 نفر رو بکشی بهتر از اینه که در آینده 1,000,000 نفر کشته بشن از مردم کشوره. امروز به جایی رسیدیم که اگر ما مردم ایران بیاییم بیرون، فکر نکنید ما که خارج از کشور هستیم امنیت داریم یا نه ما باید حتما اینجا باشیم، در زمان لازم مطمئن باشید کسانی که میان پرست هستن، کسانی که واقعا میتونن و باید بیان تو ایران، برمیگردن ایران و تو خیابونه ایران میجنگن. اما مهم اینجاست اگر بیاییم تو خیابون و تو خیابون، دقت کنید به این جمله من، بیاییم تو خیابون با جمهوری اسلامی بجنگیم برای سرنگونی کامل و توی خیابون امروز 1,000,000 کشته بدیم، بهتر از اینه که فردا روزی ما 45,000,000 50,000,000 کشته رو زمین بذاریم. تصمیم با شماست. ما زنگ خطر رو میزنیم، چراغای قرمز رو یکی یک روشن میکنیم. تصمیم با ما نیست، نه الان نه آینده، ما تصمیم گیرنده نیستیم، نسخه هم نمیپیچیم. رضاوت با خودتون، تصمیم گیری با خودتون. تنها راهی که ما میتونیم پیروز بشیم همبستگی ملی بین خودمون با ارتش و گوش دادن به فرامین شاهزاده رضا پهلویه. همین. مهراد جان قطع شده برنامه یا من ندارم؟ نه برنامه هستش. آه پس من اینترنت هم مشکل دارم. بسیار عالی. خب جناب شهرزاد شما صحبتی دارید؟ صحبت پایانی چیزی دارید؟ در پایان میخواستم بگم که چرا امروز
این بحث مهم بهائیت و یهودیت نفوذی در ایران رو من انجام دادم و ما انجام دادیم. اینکه در زمان جنگ جهانی دوم خودشون اومدن دشمن درست کردن علیه خودشون، یهودی ها خودشون رو کشتن، انداختن گردن مردم آلمان. نتیجه چی شد؟ یک دیوار دفاعی قانونی برای خودشون درست کردن و نه تنها تا امروز دارن غرامت میگیرن، بلکه هر قانون سیاسی اقتصادی توی آلمان و توی اروپا میخواد انجام بشه باید به نفع این قوم برگزیده باشه. حالا از درسایی که از این گرفتن اومدن تو ایران همین برنامه رو با بهائیت انجام میدن و همینطور توی رسانه ها انعکاس میدن بهای آزاری. چرا؟ چون گوش ما امروز پر بشه بگیم خب جمهوری اسلامی بهای آزاری کرده، اینا دارن آزار میدن، یک دیوار دفاعی واسه اینا درست کنن، فردای جمهوری اسلامی اینا میشن همه کاره ایران. اون موقع تمام قراردادها و تمام قوانین و دستورالعمل‌های اقتصادی و سیاسی به نفع این قوم تموم میشه. این قوم قلادش کجاست؟ قبلش تو اسرائیل، قلادش دست یهودی هست، دست صهیونیست ها. امروز ما باید بدونیم بهای آزاری به دست خود بهایی هست در ایران و هیچ ربطی به ما نداره، هیچ ربطی به ملت ایران نداره و نه تنها گردن خودشون، بلکه در فردای آزادی ایران بهایی‌ها باید تاوان این کارشون رو بدن، باید غرامت به ملت ایران پرداخت کنن. اون حالا شهرو جان در آینده قوانین و محاکم قضایی هر چیزی باشه اونا رو رسیدگی میکنن. ما نمیتونیم الان چیزی رو تأکید کنیم و خواستارش باشیم، چون در جایگاه قضاوت یا رسیدگی به اینجور مسائل ما نیستیم حداقل، و این خودش میتونه شاید یه سنسورهایی رو روشن بکنه برای مقاومت که کتشون از تنشون در نیارن. وقتی ما یه مثال روانشناسی هست که میگه وقتی میخوای کت یکی از تنش در بیاری، هر چی زور بزنی بگی کتتو در آ، اون دو دستی این کت رو میگیره، محکمتر میگیره، فشار میده، کت شاید بعضی جاهاش پاره بشه ولی از تنش در نمیاد. ولی وقتی شما محیط رو گرم بکنی، آهسته آهسته دما رو بالا ببری، اون شخص اول کتش رو به راحتی بدون جنگ و دعوا و خونریزی در میاره، زمان نمیگذره میبینی پیرنش هم در آورد، شلوارش هم در آورد و راحت همه رو تصاحب کردی. بعضی از جملات و کلمه ها هست شاید به دلیل که ما قادر و قابلیت و توانایی و دانشش رو الان برای قضاوت نداریم، اسناد و مدارکی که شاید من و تو مثلا سعید داریم بررسی میکنیم با اسناد و مدارکی که در یک محکمه خواسته باشه بررسی بشه، زمین تا آسمون متفاوت باشه. و اینجا بعضی ها خواسته باشن بگم وای اگر جمهوری اسلامی برود، خب همه ما هم دومولای تله گیره، باید یک کاری کنیم جمهوری اسلامی نره. نه، من فکر میکنم که اینا بحث قوانین در آینده است، بحث قانونگذاری، قوانین قضایی که چه قوانینی تصویب میشه برای دادگاه ها، و در اونجا هستش که به جرم هر کسی که بر علیه منافع ایران و بر علیه منافع مردم کوچکترین خللی ایجاد کرده باشه، چه اختلاس کرده باشه، چه قتل کرده باشه، هر کاری کرده باشه، باید اونجا پرداخته بشه. من باز این تیکه رو عراض لوباش برید کات کنید، بازم میگم باز برید کات کنید. من شخصا امیدوارم در فردای ایران دادگاه‌های مشابه دادگاه نورنبرگ در ایران باشه، نه دادگاهی مثل دادگاه حقیقت یاب در آفریقای جنوبی. تاوان خیانت، اونم خیانت به یک کشور، خیانت به یک ملت، چیزی به غیر از مرگ نباید باشه. این نظر منه، نظر شخصیمه. در دنیای دموکراسی شما که سرشار از دیکتاتوریه، من این حقو ندارم که اندیشه‌ای داشته باشم که دوست دارم در آینده کشورم سزای خائنای به ایران و به مردم ایران که جنایت کردن، دستشون به خون جوان‌ها آلوده است، اختلاس کردن، پول مردم رو براشون غارت کردن بردن،
سزاشون باید توی دادگاهی مثل نورنبرگ معلوم بشه چیه. و فکر میکنم شهرز جان در این مسئله در این رابطه بهتره که در آینده در دادگاه ها بررسی بشه. عرضم بازه تو موضوع رأی صادر کردن نبود، فقط ما باید بدونیم که امروز این کار داره به دست خودشون انجام میده، انجام میشه این بهای ستیزی. فردای آزادی ایران نیان پروپاگاندا درست کنن، رسانه های خائن گوش مردم رو پر کنن و قانونگذارهای خائن بیان بگن بله این کار انجام شده توسط مسلمان ها، توسط ایرانی ها، توسط دولت ایران، پس حالا از این به بعد باید تاوانش هم بدن مردم. ولی الان امروز ما بدونیم که این کار در اصل چه کسی داره انجام میشه، فردای روزگار اینا دیگه نمیتونن بیان ادعا کنن و مردم رو گوششون رو پر کنن. شهرز جان بذار من این مثال بزنم اینجا حرفت رو تکمیل کنم قبل از اینکه خدافظی کنیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی رو سه نفر میان مینویسن، سه تا آدم احمق، سه تا اسلامگرای اخوان المسلمینی. یکیش میشه عبدالکریم لاهیجی. و خیلی جالبه دوستان، اینو بارها ما تو برنامه ها گفتیم ولی خب یه بار دیگه بگیمش بد نیست. عبدالکریم لاهیجی میاد قانون اساسی جمهوری اسلامی رو مینویسه، قوانین بالقوه اسلامی 1400 سال پیش زاغنشین رو میاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1357 و 58 و 59 میاد بالفعل میکنه. بعد همین شخص یعنی همین عبدالکریم لاهیجی که قوانین رو نوشته میارنش در خارج از ایران، میکننش رئیس حقوق بشر خاورمیانه و ایران. حالا حقوق کدوم بشر؟ حقوق همون بشری که اون قانونی که خود این نوشته حقوقش رو داره نقض میکنه. جوش از این بالاتر اصلا دیده بودی؟ این چیزی که شهروز میگه این بخشش مربوط میشه به این که اتفاقا هم درسته. قانون اساسی که باید نوشته بشه اگر ملت ایران موفق باشن ایران رو نجات بدن، اگر موفق باشن که امیدواریم این اتفاق بیفته، افرادی مثل همین الان دارن برای ما تو آنمک میخیسونن دیگه، نسرین ستوده رو. آقا 40 تا نماینده اتحادیه اروپا، نماینده پارلمان اروپا اومدن ویدیو یک دقیقه درست کردن نسرین ستوده رو آزاد کنید. ببین این گنده کردن امثال نسرین ستوده، حالا جدا از اون خوابهایی که براش دیدن برای ریاست جمهوری بماند، اون یه داستان دیگه است، اما این اراذل اوباش رو میخوان در فردای قانون اساسی ایران اتفاقا بهشون نقش بدن برای نوشته. این خیلی مهمه که دوستان یه سری مسائل رو بدونن. بله بفرمایید. قطع شدید؟ آقای کمال پور قطعی؟ نه هستیم ما. خیلی خب بریم دوستان، بریم. من خداحافظی میکنم از همتون. دوستان لطفاً دوتا کانال رستاخیز سیمرغ، یک و رستاخیز سیمرغ، کانال های یوتیوب رستاخیز رو حتما برید فالو کنید، لطف کنید به دوستانتون رو معرفی کنید. میتونید دوستان هستش سعید جان زیر در یوتیوب اومده کامنت نوشته که از آقای استاد قاسم شعله سعدی دعوت کنید حتما بر فردا بعد از آزادی ایران، حتما از ایشون دعوت خواهیم کرد، اما کجا باشه در کنار شرمومایی نسمون دعوت بکنید. دوستان برنامه های کانال های رستاخیز سیمرغ توی یوتیوب دوتا کانال رو حتما برید فالو کنید، توی مسیجر برای دوستان دیگه‌تون بفرستید بخواید لطفا این کانال ها رو فالو کنم. تلگرام رستاخیز عدد رستاخیز آنلاین عدد سیمرغ کانال تلگرام ماست، رستاخیز سیمرغ فیسبوک هم که داریم، توییتر من سعید قاسمی و مهران کمالپور هم که خیلی جالبه این توییتر یه مافیایی داره برای خودش، اصلا جوکی اصلا حال میکنه آدم توی این توییتر. روزی 500 تا فالوور برات میاد، تا فالوورات کم میشه. هیچ کدوم نیستم اصلا، موقعی که میگم میبینی اصلا هیچ فالو نکرده، بعد اونجا زده یارو مثلا 10 تا فالو شده، بعد میبینی 15 تا کم شده. اصلا جوکی فالو. توییتر هم میاد که حالا یه روزی بهش میپردازه. کانال یوتیوب رستاخیز 1 نیاز به حمایت داره، نیاز به حمایت داره، نیاز به حمایت داره، لطفا اینو حمایتش کنید.
خیلی حمایتش کنید که باید برسه همسط رست این کانال بشه و به صورت موازی همزمان با هم بره جلو، چون احتمال داره که فیسبوک با این شرایطی که داره میره جلو در آینده نه چندان دور نشه اصلا توش برنامه گذاشت. پس ما باید دوتا کانال های یوتیوب رو تقویت کنیم که با یوتیوب بریم جلو. سپاس از این که شهر جان زد، سپاس گذاریم که اومدی تو برنامه، اطلاعات بسیار بسیار ارزنده‌ای دادی، سپاس ازت. امیدواریم که پیروز باشی همیشه. از این که دوستان عزیز نزدیک به 4 ساعت نه بیش از 4 ساعت با ما همراه بودید از شما سپاس گذاریم. شخصا به نوبه خودم بهترین ها رو از صمیم قلبم براتون آرزو میکنم. پاینده ایران و ایرانی برافراشته باد، پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان، تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاوید شاه تنها کلام من است و ایران تنها سرای من است. تا برنامه دیگر بدرود.